آیا کسایی که نارسایی کلیه دارن یا کلیهشون رو پیوند زدن بیشتر در معرض خطر ابتلا به کرونا هستن؟ چرا بعضی از افراد سالمی که بیماری زمینه‌ای ندارن بعد از اینکه مبتلا به کووید 19 میشن کلیهشون به شدت دچار آسیب جدی میشه؟ امروز به سوالاتون در مورد بیماری‌های کلیوی و کرونا جواب میدیم. همچنان با هشتگ از ما بپرس پرسشاتون رو به تلگرام ما @bbc شما بفرستید. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز در قرنطینه مهمان ما دکتر لادن گلستانه هستن، متخصص کلیه از نیویورک. خیلی خوش اومدین خانم دکتر. خیلی ممنون از دعوتتون و امیدوارم کمکی باشم. سوال محمود رو بشنویم. مادر من یه بیمار کلیویه و یکی از کلیه‌هاش از دست داده و کلیه دیگه‌اش هم که مجاریش دچار مشکل شده بوده عمل کرده و اون کلیه الان سایز نرمال نداره و پروتئین دفع می‌کنه و دکتر گفت چون وضعیت کلیه اینجوریه جای نگرانی نداره، اما خیلی باید مراقب باشی که به کرونا مبتلا نشی. خواستم راهنمایی کنی ببینید که چه راهکاری باید انجام بدیم برای جلوگیری از کرونا. توصیه دکترتون درست بوده، با یه دونه کلیه و پروتئین توی ادرار یکم به نظر میاد که کلیه خیلی درست کار نمی‌کنه. وقتی اینجور اشکالاتی هست باید خیلی مواظب باشین که تو جای پرجمعیت نرین. اگه مجبورین که برین تو جای پرجمعیت برای خرید یا منظور دیگه، حتما باید ماسک گذاشت و حتما با دستکش همه چی رو دست داد. اما بهترین توصیه اینه که خونه بمونیم. دکتر گلستانه، اگر این افراد مبتلا بشن به کووید 19 چه اتفاقی میفته براشون؟ کسی که فکر کنید که یک کلیهشو از دست داده. حالا از نظر این که یک کلیه از دست دادن ندادن خیلی خطری نداره، برای اینکه خیلی هستن که یک کلیه دارن تمام عمرشون و نمیدونن یک کلیه دارن. آدم میتونه با یک کلیه خیلی سالم باشه، اما در این بیماری که ماهرهشون دارن به نظر میاد که یه دونه کلیه هم که دارن کوچیکه و پروتئین هست توی ادرار. این چیزای خطرناکی میتونه باشه و وقتی کووید 19 اثر میکنه رو آدمایی که کلیهشون درست کار نمیکنه ممکنه کار به دیالیسیس یا دیالیز برسه. پرسش مسعود رو بشنویم. مادرم نارسایی کلیه داره و دیالیز میشه. چه کارهای خاصی هست که این بیماران کلیوی باید انجام بدن؟ بله، این سوال مهمیه، برای اینکه اونایی که دیالیز میشن میرن توی یک کلینیک یا سالونی که با بقیه مریضای دیالیز توی جا حبس هستن. برای همینه باید خیلی مهمه که این سالون دیالیز یه جوری نقشه کشی بشه که این مریضا از همدیگه فاصله داشته باشن و همیشه با ماسک دیالیز بشن. این کووید 19 یکم فکر میکنیم که خطرناک باشه برای مریضای دیالیز، برای اینکه ایمیون سیستم یکم ضعیفه تو مریضای که رو دیالیز هستن. اما تو حالا مقالای پزشکی خیلی نشون نداده که خطرشون خیلی زیادتر باشه از اونایی که دیالیز نیستن. دکتر گلستان، گزارش های اخیرا منتشر شده که نشون میده فرد میتونه سالم باشه بدون هیچ بیماری زمینه ای، ولی وقتی کووید 19 رو میگیره کلیهش به شدت آسیب میبینه. دلیل این چیه؟ با عفونت های دیگه معمولا بدن داره مبارزه میکنه با عفونت و کلیه تحت تاثیر قرار میگیره، اما با کووید 19 به نظر میاد که ویروس داخل کلیه میره و حمله میکنه به کلیه و به نظر میاد از مقاله هایی که از چین و اروپا در اومده که پیدا کردن توی پاتولوژی که ویروس توی کلیه بوده و از این نظر میتونه اثر زیادی داشته باشه رو اونایی که پروبلم کلیه اصلا ندارن. خیلی ممنون. سوال مهران رو بشنویم. من هم تیروید کمکار دارم، هم فشار خون بالا دارم، کلیه رو عمل کردم، کلیه سنگساز دارم و بنا به شرایطی که دارم مجبورم برای کار برم حالا دنبال کار سر کار. چی کار باید بکنم که کمتر در معرض خطر باشم ضمن اینکه سیگارم مصرف کنم؟ اگه کلیه درست کار بکنه، تا حالا تجربه نداشتیم که لزوما کلیه سنگساز
کرونا 19 اثری روش داشته باشه. البته بعضی از این بیماریایی مثل فشار خون، مثل قند، دیابتیز، اگه این کلیه رو سنگساز کرده باشه، اون بیماریا میتونه به کووید 19 بیشتر ریسک رو ببره بالا، یعنی خطر رو ببره بالا. این آقا گفتن که سیگار میکشن و فشار خونشون بالاست. این دوتا چیز متاسفانه میتونه یکم ریسک رو ببره بالا برای کووید 19. توصیه اینه که اگه میتونن سیگار نکشن، در ضمن فشار خونم میتونن با دوا کنترل بکنن و تا اونجایی که شده باید پرهیز بکنن، نرن جاهای پر جمعیت یا ماسک بزنن هر جایی که میرن سر کار و مرتب باید دستا رو شست. علی سوال کرده که من کلیم رو پیوند زدم و دارو مصرف میکنم، آیا لازمه در این دوران دوز دارو رو تغییر بدم؟ بله، اونایی که پیوند کلیه دارن خطرشون زیاده با کووید 19. ما دیدیم تو بیمارستانمون و چند تا خبر از بیمارستان دیگه اومده که خطر زیادی هست با اونایی که پیوند کلیه دارن و دوا میخورن برای پیوند کلیه. این دواها سیستم ایمیون رو ضعیف میکنه و ممکنه که این دلیلیه که کووید 19 اثر زیادی داره و یکم خطرناکه برای این مریضا. اونایی که پیوند کلیه دارن باید خیلی خیلی پرهیز بکنن، خیلی مواظب باشن که جایی نرن که جمعیت زیاد هست و اگه مجبورن برن جایی که آدمای دیگه هستن باید حتما ماسک بزنن و خیلی خیلی پرهیز بکنن. خیلی ممنون دکتر گلستانه. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام بی بی سی فارسی @BBC شما بفرستید.